با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران من، گفتار امشبمون رو به یک موضوع در واقع ادبی سیاسی اختصاص دادم و اون شعری است که آقای گونتر گراس که نویسنده و روشنفکر معروف آلمانی و برنده جایزه ادبیات نوبل هست باعثش بوده و سر و صدایی که این شعر در جهان و به ویژه در آلمان و اسرائیل به وجود آورده. آقای گونتر گراس یک روشنفکر آلمانی است که بسیاری از کتابهاش هم به ایران به فارسی ترجمه شده و در ایران به فروش میره و یک شخصیت روشنفکری است که به عنوان وجدان روشنفکری آلمان شناخته شده و مورد احترام نیروهای چپ و در واقع سوسیال دموکرات های آلمان هست. ایشون در سالهای گذشته مدتی هم با حزب سوسیال دموکرات همکاری داشت ولی الان عضو حزبی در کشور آلمان نیست. یک شخصیت بیطرف روشنفکری است که مترقی است و بسیاری از در واقع صاحب عقیده در سراسر جهان به او نگاه میکنند و او رو به عنوان یک برنده جایزه نوبل مورد احترام خودشون میدونند. شعری که آقای گونتر گراس هفته گذشته در واقع یک نشریه آلمانی به نام سودویچه زایتون منتشر کرد و در همون روز در روزنامه ریپابلیکای ایتالیا هم به زبان ایتالیایی این شعر منتشر شد و قرار بود که در نیویورک تایمز هم به زبان انگلیسی منتشر بشه ولی نیویورک تایمز بعدن در واقع انتشار این رو متوقف کرد. بلافاصله بعد از انتشار این شعر که نوعی انتقاد از سیاست دولت آلمان هست در ارتباط با اسرائیل و انتقاد از هم اسرائیل و هم ایران به خاطر اینکه با توجه به در واقع خطر وجود جنگ و خطر وقوع یک جنگ خانمانسوز که مردم ایران رو به طور که آقای گونتر گراس میگه در خطر نابودی مطلق قرار داده، از اسرائیل انتقاد میکنه که با داشتن یک زرادخانه اتمی مایل هست که به ایران حمله بکنه و کشوری رو که مشکوک به یک پروژه هسته‌ای هست رو مردم دنیا دارن اجازه میدن که این کشور رو با یک حمله پیشگیرانه در واقع هدف قرار بده. نکته بسیار جالبی که در ارتباط با این شعر به وجود آمد این هستش که بلافاصله بسیاری از نشریات آلمانی و شخصیت‌های سیاسی آلمان به عنوان اعتراض به آقای گونتر گراس حمله کردند. حرف گونتر گراس در واقع این هستش که از خودش و از روشنفکران آلمان انتقاد میکنه که چرا خودشون رو در واقع بازیچه یک هیپوکرسی قرار دادن که در غرب حاکمه و به روشنفکران و به نویسندگان اجازه نمیده حرف در واقع دلشون رو بتونن بگذنن. و اتفاقا وقایعی که بعد از انتشار این شعر در آلمان و در سایر کشورهای دنیا به وقوع پیوست و حملاتی که با آقای گراس شد به نظر من شاهد از غیب رسیده این حرفی بود که گونتر گراس میزنه و میگه که ما رو تحت یک نوع در واقع به عنوان زندانی فکری ما رو مجبور به سانسور خودمون کرده این جو سیاسی که وجود داره. در این شعرش اجازه بدید که من چند بیتی رو ازش بخونم و به طور خلاصه در موردش صحبتی داشته باشم با شما. شعر با این اسمش هست آنچه باید گفته شود. چرا خاموشم؟ چرا زمانی دراز ناگفته گذاشتم چیزی را که عیان است؟ و چرا سخن نگفتم از بازی جنگ که طبق نقشه آن را تمرین کرده اند؟ از آن بازی که اگر در پایان آن جانی به در برده باشیم چیزی نیستیم جز زیرنویسی در حاشیه. ادعا می شود که زدن ضربه اول به مردم ایران و چه بسا محو کردن آنها از صحنه گیتی حق است. زیرا گمان می رود در قلمرو مردی گزافگو که خلقی اسیر در یوغ خود را به هلهله‌های اجباری واداشته، که این البته اشاره است به سخنان آقای احمدی نژاد در ایران و اینکه مردم ایران رو در واقع به زور به خیابون‌ها می کشونن و اونها رو مجبور میکنن که از شعائر در واقع انقلاب در خیابونها در واقع دفاع بکنن.
زیرا که ما می رود در قلمرو مردی گزافه‌گو که خلقی اسیر در یوغ خود را به حلحل‌های اجباری واداشته یک بمب اتمی ساخته می شود. ولی چرا به خود اجازه نمی دهم نام این کشور دیگر را بر زبان آورم؟ کشوری که سالهاست قدرت اتمی فزاینده‌ای در اختیار دارد، هرچند پنهان از نظرها، ولی بیرون از عرصه نظارت. چرا؟ چون بازرسی ممکن نیست. همه خاموشند، حقیقتی را ناگفته می گذارند. من نیز به پیروی از این سکوت فراگیر لب فرو بسته بودم. احساس می کنم این دروغی است سنگین که بر من تحمیل شده است. هر آن که از این اجبار تخطی شود یا با کیفر مجازات روبرو می شوم. بله، همه با داغ یهودی ستیزی آشنا هستند. اما این زمان از سرزمین من خواستگاه جنایتی بیمانند که همیشه باید پاسخگوی آن باشد، قرار است باز هم زیردریای دیگری به اسرائیل فرستاده شود، همراه با سخنانی سرسری به مکافات بدیهای گذشته. اشاره گونتر گراس در واقع به این بدیهای گذشته به وقایع و فجایعی است که در آلمان نازی صورت گرفته و او بیان میکنه که به علت اون خطایی که در اون زمان در آلمان اتفاق افتاد، اکنون روشنفکران کشور من و سیاستمداران کشور من خودشون رو مجبور میدونن که هر کاری رو که اسرائیل میکنه از او دفاع بکنند و هیچ نوع انتقادی بر اون وارد نیاورند. پس اینک میگویم آنچه باید گفت، ولی چرا تاکنون سکوت کرده بودم؟ چون فکر میکردم زاده سرزمینی هستم که لکه‌ای نازدودنی بر دامن دارد، که همین اشاره است به فجایع در واقع آلمان نازی، و همین بود که مرا از گفتن حقیقت باز می داشت و نمی خواستم نام اسرائیل را بر زبان برانم که خود را با آن همبسته می دانم و به آن وفادار خواهم ماند. که با این وجه در واقع گونتر گراس در واقع نفی می کنه اون تهمت یهودی ستیزی رو که بر او وارد می کنند و میگه که در واقع دوست اسرائیل هست و مایل هست که یهودیان در کمال آزادی زندگی بکنند، اما انتقاداتی رو بر دولت در واقع اسرائیل داره. پس چرا حالا پیران سر و با آخرین قطره های جوهر قلم می نویسم اسرائیل اتمی برای صلح جهانی که خود صلحی است شکننده خطرناک است؟ اشاره در واقع آقای گونتر گراس از اون آخرین قطره جوهر به این هستش که ایشون در 84 سالگی در واقع عمر زیادی براش باقی نمونده که بتونه بیشتر از این سخن بگه و با اون در واقع حملات و توهین‌هایی که به او شد به نظر من نشون داد که در واقع به جای اینکه روشنفکران آلمان سر مسائلی که این مطرح کرده در همین شعر کوتاه در این نشر در واقع نظم منصوری که منتشر شده و تورانی هم نیست، بسیار کوتاه و خلاصه و تو به قول معروف تو دو پوینت هست و به طور دقیق مسائلی رو مطرح کرده، به جای اینکه در مورد این مسائل با او صحبت بکنند و با او حتی مجادله انجام بشود، شخصیت او رو زیر سوال بردند و به شخصیت او توهین کردند به عنوان اینکه او نازیست یا مثلا یهودی ستیز، در حالی که مطلقاً چنین چیزی نیست. یکی از بزرگترین کتاب‌های آقای گونتر گراس به نام تبل توخالی در واقع در تایید مسئله است که به نام هولوکاست معروف شده و در محکومیت سیاست‌های آلمان در دوران جنگ که به کشتار یهودیان انجامید، این رمان در واقع تبل توخالی رو به قربانیان هولوکاست تقدیم کرده آقای گونتر گراس و به خاطر همون هم برنده جایزه نوبل شد و متاسفانه در این سن بالا و در این شخصیت در واقع موقعیتی که داره آقای گونتر گراس باز هم نتونست که در واقع حرف خودش رو بزنه و همونطور که میبینیم با این فشارهایی که از سراسر دنیا به او وارد میشه و تهمتهایی که به او میزنن، تعداد بیشتری از کسانی که انتظار میره ازشون در مقابل این در واقع فجایع و این فشارهایی که هست مقاومت بکنند، اونها راه سکوت رو در پیش خواهند گرفت و نه راه سخن گفتن از این فجایع رو اونطوری که آقای گونتر گراس انجام داد.